هزار و یک شب. داستان‌های برآمده از ژرفای تاریخ و تمدن و فرهنگ مشرق زمین، ترجمه عبداللطیف تسوجی تبریزی. چون شب 120 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت. آن جوان با تاج الملوک گفت: چون به خانه رفتم مادرم گفت خون این بیچاره به گردن توست، خدا تو را به خون او بگیرد. پس از آن پدرم بیامد، او را کفن کردیم و جنازه اش را تشییع کرده به خاکش سپردیم و 3 روز در سر قبر بودیم. پس از آن به خانه بازگشتیم و من از بهر دختر عمم محزون بودم. مادرم رو به من آورده گفت: همی خواهم بدانم که با دختر عمت چه کار کردی که زهره او را بشکافتی و او را کشتی. ای فرزند، من هر وقت از سبب ناخوشی او میپرسیدم مرا آگاه نمی کرد و سبب با من نمی گفت. تو از بحر خدا بازگو که با او چه کردی که او بمرد. من گفتم که هیچ کاری با او نکردم. مادرم گفت: خدا قصاص است و بستاند که آن ستم کشیده هیچ سخن با من نگفت و تا هنگام مردن کار خود را از من پوشیده داشت و از تو رضامندی همی کرد و در ساعت مردن چشم باز کرده با من گفت: ای زنم، خون مرا خدا به فرزندت حلال کند و او را به خون من نگیرد که من از این جهان به جهان دیگر خواهم شدن. من گفتم: ای دختر، این سخنان مگو، خدا به جوانی تو ببخشد و تو را عافیت دهد. و از سبب ناخوشی او بسی پرسیدم، هیچ نگفت و تبسمی کرد و گفت: ای زنم، اگر پسرت بخواهد بدان مکان که عادت اوست برود، با او بگو که هنگام بازگشتن از آن مکان این 2 کلمه بگو که وفا خجسته و نیکوست و مکر قبیح و ناشایست است، و اینکه می سپارم مهربانی است که با او می کنم تا اینکه در حیات و ممات با او مهربانی کرده باشم. پس از آن چیزی به من سپرد و سوگندم بداد که آن را به تو ندهم مگر وقتی که ببینم از برای او گریه و نوحه می کنی و آن چیز در نزد من است. هر وقت تو را بدان حالت ببینم آن را به تو خواهم داد. پس من با مادر گفتم که آن را به من بنما. ننمود. من از کم خردی از مردن دختر ام یاد نمی کردم و همی خواستم که شب و روز در نزد
معشوقه خود باشم. پس از 4 روز چون شب در آمد به باغ رفتم و دختر سیمین‌بر را بدانجا یافتم. چون مرا دید برخواست، دست در گردنم افکند و احوال دختر عمم باز پرسید. گفتم که او بمرد و به خاکش سپردم و 4 شب از مرگ او گذشته و این شب 5 است. چون این را بشنید گریان شد و بخروشید و گفت: با تو نگفتم که تو او را کشتی؟ اگر پیش از مرگ او مرا آگاه می کردی، من پاداش نیکویی های او را می دادم، زیرا که او با من نیکویی کرد و تو را به من برسانید. اگر او سبب نمی شد، وصال من به تو محال بود. من اکنون بر تو ترسانم که به سبب مرگ او به مصیبتی گرفتار شوی. من به او گفتم که دختر عمم پیش از آن که بمیرد مرا بهل کرده و خون خود بر من بخشیده است. پس از آنچه خبر داده بود آگاهش کردم. گفت: چون به نزد مادر روی، از آن چیزی که به او سپرده با خبر باش که آن چه چیز است. من به او گفتم که از مادرم شنیدم دختر عمم پیش از آن که بمیرد به او وصیت کرده بود که هر وقت که پسرت قصد رفتن آن مکان کند که عادت اوست، به او بگو هنگام بازگشتن از آن مکان بگوید که وفا نکو و مکر قبیح است. چون این سخن از من بشنید گفت: خدا او را بیامرزاد که او تو را از من خلاص کرد و مرا در دل بود که آسیبی بر تو رسانم و اکنون آسوده باش. پس مرا سخن او عجب آمد. به او گفتم: چه قصد داشتی که به من بکنی و حالان که میانه من و تو مودت و محبت است؟ گفت: تو به من حریص هستی و مرا دوست داری، ولی تو خرد سالی و دلت از فنون مکر و خدعه پاک است و مکر زنان را ندانی. اگر دختر عم تو زنده بود، او تو را یاری می کرد و سبب سلامت تو می شد، چنان که از این ورطه تو را خلاص کرد و اکنون تو را پند می گویم که از زنان برحذر باش و باز برحذر باش که تو مکر زنان ندانی و آن که می دانست و اشارات ایشان تفسیر می کرد از دست تو بیرون شد. مرا بیم از آن است که به مهنتی و بلیتی گرفتارایی که راه خلاص ندانی. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. به روایت شهرزاد فتوحی. تا
تنظیم از مجتبی میرسمیعی.